سیاست فدرال رزرو و تفاوتی که با بانک مرکزی اروپا داشت یک درس سیاست گذاری بود تو سال 2022 به نظر من فدرال رزرو چی کار کرد؟ فدرال رزرو سال 2021 به خاطر اینکه بخش تقاضا اقتصاد رو تحریک بکنه به خاطر اون در واقع بحران کرونا و کووید 19 ی که در واقع رخ داده بود لاجرم بود که یک پول قابل توجهی به اقتصادشون تزریق میکنه که خودش رو توی رشد نقدینگی قابل توجه امریکا نشون داد و تورم خب بعد از تقریبا میشه گفت ۴۰ سال در ابتدای سال 2022 به بالای 8 درصد رسید فدرال رزرو با هر شدن بحران و کرونا و با تحریک بخش ارزه که به صورت خب خودکار با کاهش محدودیت های کرونایی خب تحریک میشد در واقع اون سیاست های پولپاشی به اقتصاد رو متوقف کرد و سیاستش برگشت به سمتی که بره تورم رو کنترل بکنه چون تورم 8 درصدی بر اقتصاد امریکا و هیچ اقتصاد این قابل قبول نیست اومد چی کار کرد؟ اول قضیه در واقع نرخ بهره رو 25 صد درصد رشد داد مماشات کرد بعد که در جوان 23 اگه اشتباه نکنم نرخ تورم امریکا رکورد زد و به 9.1 درصد رسید، مماشات رو کمتر کرد. جدیت خودش رو نشون داد به اقتصاد امریکا أو و اومد 2022 اومد. اومد. اومد در واقع نشون داد که من جدی هستم برای کنترل تورم و نرخ بهره رو 75 صدم درصد افزایش داد و در دو ماه بعدش هم تکرار کرد و در واقع به محض اینکه نرخ تورم به سقفش رسید اینها در واقع شدت افزایش نرخ بهره رو تشدید کردن و نهایتا نرخ تورم امریکا در یک روند نزولی قرار گرفت ماهای انتهایی 2022 که دیدیم که در همین دسامبر 2022 بعد از تقریبا 20 ماه تونست تورم ماهانی منفی یک دهم هم رو هم حتی تجربه بکنه اما ECB چرا مماشات بیشتری به خرج داد؟ دلیلش اینه که در واقع همون تباتی که نرخ بهره داره مکانیسم تورم دستمز تو امریکا فعال شده بود به صورت واضحی اما اون چیزی که توضیح بیشتری در تورم اتحادیه یورو میداد تورم بخش عرضه بود یعنی چی؟ یعنی افزایش قیمت انرژی و شوکی که به سپلای چین اتحادیه یورو وارد شد و مشکلاتی که حال مسئله حتی بحران اوکراین بعد تشدیدش کرد اروپا رو با یک تورمی مواجه کرد که عمده در واقع توضیح این تورم نه همش عمدهش در واقع به بخش شوک قیمتی انرژی و اصطلاحا تورم کاسپوش پوش اینفلیشن بود ولی امریکا چون تورم سمت دستمزدش بولد بود مماشات کمتری نشون داد چون میدونیم دیگه اتحادیه اروپا به حال وارد کننده انرژی به قیمت های انرژی حساسیت بیشتری داره امریکا سادر کنندی انرژی دیگه مثل دهه هزار هشتاد نیست که نفت شیل نباشه و... اروپا تاثیر بیشتری پذیرفت بله. جنگ اوکراین روسیه تاثیر بیشتری میپذیرفت و هزینه افزایش نرخ بهره برای اتحادیه یورو بیشتر بود چرا چون تورم سمت ارز رو ما قرار نیست بخوایم با افزایش نرخ بهره کنترل بکنیم ولی الان مشاهده در واقع مشاهده میکنیم که ECB هم اومده نرخ بهره رو داره افزایش میده چرا چون از پیک قیمت انرژی و تورم سمت انرژی در واقع داره فاصله میگیره و تورم های انرژی داره افت پیدا میکنه و با وسواس کمتری به فکر افزایش نرخ بهره است که بتونه نهایتا تورم رو از اون ده درصدی که وجود داره بیاره به سمت تورم هدفش که قاعدتا زیر سه درصده پس این ماهیت منبع تورم در امریکا و ای سی بیه که تعیین میکنه که فدرال رزرو با صداقت بیشتری با بماشات کمتری نرخ بهره رو 5 6 مرحله افزایش میده از 25 صد میرسونه به 4 و نیم اما اتحادیه یورو در واقع سر اینکه که هزینه افزایش نرخ بهره از قبل افت تولید احتمالا شدید باشه و بخش در واقع اختش... اشتغالشون رو با بیکاری مواجه بکنه مواشات بیشتری به خرج میداد ولی خب ناگزیر با کاهش در واقع التهابات بخش انرژیش نرخ بهره رو افزایش بده